عسلویه، سومین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی. مجوز دامداری برای سرمایه گذاران در بوشهر به قطری ها واگذار شد. شورای امنیت استقرار بازرسان بین المللی در حدیده یمن را تصویب کرد. امروز 27/10/97 سومین روز اعتصاب نفرات پتروشیمی بوشهر سایت دو عسلویه. کارگران پتروشیمی سایت دو عسلویه امروز پنجشنبه برای سومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده به اعتصاب خود ادامه دادند. مردم شلمزار در هشگرد در استان البرز در اعتراض به وضعیت جاده اصلی شلمزار هیو در مقابل فرمانداری رژیم در هشگرد تجمع کردند. رژیم آخوندی در یک وطن فروشی دیگر مجوز دامداری را به سرمایه گذاران قطری در بوشهر واگذار کرد. سایت حکومتی اصل ایران با عنوان مجوز دامداری قطری ها در بوشهر صادر شد نوشت: علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی گفت بوشهر به عنوان استان پایلوت در انتقال دام سبک تعیین شده و قرار است سرمایه گذاران قطری با کشتی از کشورهای مانند استرالیا، نیوزلند و برزیل دام را وارد و در مراکز قرنطینه که از سوی ما تایید و مجوز آن را صادر نموده ایم تخلیه شود. رژیم آخوندی پیش از این بندر چابهار را در اختیار هند قرار داده بود. همه اعضای شورای امنیت به طرح پیشنهادی انگلستان درباره استقرار بازرسان بین‌المللی در حدیده یمن موافقت کردند و به آن رأی مثبت دادند. بر اساس این طرح 75 بازرس بین‌المللی به مدت 6 ماه در حدیده مستقر شده و بر روند آتش بس نظارت می کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد راهبرد جدید دولت دونالد ترامپ در مورد دفاع موشکی قرار است امروز پنجشنبه اعلام شود. آمریکا این راهبرد جدید را به منظور مقابله با تهدیدهای رژیم ایران و همچنین تسلیحات جدید پیشرفته چین و روسیه اتخاذ خواهد کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا طی پیامی به مناسبت سالگرد برجام گفت امروز سومین سالگرد توافق وحشتناک اتمی رژیم ایران است که به تهران میلیاردها دلار با حذف تحریم‌ها داد، اما به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای، آزمایشات موشکی، حمایت از تروریسم و توسعه طلبی منطقه آن پایان نداد. وی بر حداکثر فشار بر رژیم ایران تاکید کرد. سناتور تد کروز از اعضای برجسته سنای آمریکا از تحریم علیه سپاه پاسداران حمایت کرد و گفت در سال 2017 من به همکارانم پیوستم و با تصویب تحریم‌ها علیه دشمنان آمریکا رأی دادم. ما از دولت خواستیم رژیم ایران، روسیه و کره شمالی را که بازیگران بدی هستند تحریم کند. هنوز کارهای زیادی برای اعمال این تحریم‌ها باقی مانده است. در ایران نهادهای تحریم شده مانند سپاه پاسداران کلیه بخش‌های اقتصاد را کنترل می‌کنند. مارکوس لایتنر سفیر سوئیس در ایران گفت این کشور هیچ تضمینی برای راه‌اندازی سازوکار مالی ویژه اروپا نداده است، اما در راه‌اندازی کانال مالی با سازوکار انسان دوستانه برای کالاهای پزشکی، غذا و دارو کاملاً مصمم است. اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه رژیم ایران اعلام کرده بود که یک سازوکار ویژه مالی برای تجارت با رژیم ایران راه اندازی می کند. تا کنون دست کم 4 کشور اروپایی میزبانی از این سازوکار را رد کردند.